وجود مقدس شما، کشف نور درون. دبی فورد، مترجم فرناز فرود، راوی شیدا یوسفی. یافتن ایمان. مرا به سرزمین مقدس ببر، مرا به چشم‌اندازهای تازه راه نمایی کن، مرا به ملکوت خود برسان تا بتوانم با چشمانی نو ببینم. ایمان من بیش از یک بار در بوته آزمایش قرار گرفته است. در نتیجه اعتقاد راسخ دارم که ما باید هر روز زمانی را به پرورش ایمانمان اختصاص دهیم. ما نمی توانیم شناختمان از خدا را بدیهی بشماریم. ممکن است یک روز ایمان داشته باشیم و روز بعد ایمانمان را از دست دهیم. می توانیم ایمان داشته باشیم و سپس حتی متوجه شویم که آن را از دست داده ایم. ممکن است هنگام تماشای اخبار کودکی خردسال را ببینیم که مورد آزار قرار گرفته و سپس کشته شده است. ناخودآگاه از خداوند خشمگین شویم، ارتباط معنوی من را قطع کنیم و ایمان خود را از دست بدهیم. هر دقیقه از هر روز رویدادهای پیرامون ما در سراسر جهان رخ می‌دهد که شاید هر انسان عاقلی را به شک بیاندازد که آیا خدا وجود دارد یا نه. لحظاتی که به سکوت، سکون، بازسازی ایمان و تأکید بر وجود خدایی که رابطه‌ای صمیمانه با او داریم می‌پردازیم، مهمترین لحظات روز ما هستند. در این لحظات اساسی به ایمان خود وصل می شویم. ایمان ریسمان معنوی زندگی ماست. ایمان دوستی در کنار ماست. وقتی در به روی ایمان می گشاییم، ایمان همچون زمین زیر پایمان را محکم می کند. وقتی ایمان داریم به نیروی معتقد هستیم، نیروی نادیدنی که ما را راهنمایی می کند. ایمان یعنی به چیزی فراتر از دانسته های خود اعتماد داشتن. ایمان به این که ما بخشی از کل بزرگتر هستیم، جدایی ما را حل می کند و ما را با این خرد که هیچگاه تنها نیستیم شستشو می دهد. هر لحظه باید از خودمان بپرسیم ایمان من اکنون کجاست؟ آیا من به ترسهایم ایمان پیدا کردم؟ آیا به این فکر که بی ارزش هستم و به خواستم دست نمیابم ایمان دارم؟ یا به کمال هستی ایمان دارم؟ آیا ایمان دارم به سوی شرایطی راهنمایی می شوم که درست همان را که نیاز دارم به من می دهد؟ بسیاری از ما ایمان خود را به مسائلی نادرست می دهیم، به درد، رنج، گذشته، باورهای منفی و ترسهای خود بیش از حق ذاتی شاد بودن ایمان داریم. ایمان ما را می گشاید در صورتی که ترس ما را می بندد. برای دستیابی به ایمان لازم است کنترل کردن را کنار بگذاریم. باید این فکر را که شرایط باید چنین یا چنان باشد رها کنیم. تسلیم باشیم. ضروری است پرچم سفید تسلیم را بالا ببریم. دعا
درمانی معنوی است که امکان کنار گذاشتن نیاز نفسانی به مسلط بودن و کنترل کردن را به ما می دهد و سبب می شود اعتمادمان را به سرشت الهی هستی بازیابیم. تسلیم به خودی خود کاری از سر ایمان است. تسلیم هدیه ایست که به خودمان می دهیم. این گفته که اگرچه می ترسم و نمی دانم به کجا می روم، اما اعتماد دارم که به هر حال بالاترین و بهترین خیر برای من پیش می آید. نشانه آن است که اعتماد کردن را برگزیده ایم. اعتماد کرده ایم که نیروی والاتر نیازهایمان را مورد رسیدگی قرار دهد و ما را در مسیر حقیقی ترین آرزوهای دلمان پیش ببرد. این اعتماد مرهمی است که ایمان ما را باز می‌گرداند. اعتماد الهی به ما امید، امکان و نوید می‌دهد. اعتماد الهی در فرصت‌های بیکرانی را که در انبار گسترده خدا موجود است به روی ما می‌گشاید. اگر برگزینیم که با ایمان زندگی کنیم، از موهبت پشتیبانی و مشارکت هستی هوشمند برخوردار می‌شویم که از هر آنچه برای زندگی رضایت بخش و پربرکت نیاز داریم سرشار است.